خب شنوندگان عزیز ارجمند رادیو پسو، چشمامونو میبندیم یک دقیقه به کمپین هیچ و به هیچی فکر نمی کنیم. فقط یک دقیقه، این تمرینیه برای برنامه صد به بعد و چراغا رو میتونی خاموش کنین. یک دقیقه سعی میکنیم که به هیچ چیزی فکر نکنیم و هیچ تصویری در ذهن ما نقش نبنده. برنامه ریستارت که رسید به 50 فشار میاد به چند جا. آیا هاشمی هم گفته دیگه، گفته که ما باید مملکت از اول ریستارت کنیم، باید از اول ساختار نظام رو تغییر بدیم، باید از اول ساختار شکنی کنیم، از اول بچینیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمو پرهامون رو باز کنیم. به زودی هم حتما دو تا عارفی صوفی چیزی هم معرفی خواهد شد در ایران و شما باید بدونید که هر عارف و صوفی به شما جمهوریت معرفی کرد بجز این برنامه، اصلا هر جایی معرفی شد کلهم رو حواس و لا تفرقو. فقط این برنامه است که تقدیم شما خواهد شد و اگر چیزی قرار باشه توش گفته بشه گفته خواهد شد. خوش آمدید به 50 فشار میاد به چند جا، این ریستارت است. خوش آمدید به تصوف و عرفان. ویلکم تو خطرناکترین برنامه بعد از 700 سال. ویلکم تو ریستارت. ویلکم. عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق، حبیب و بیمار بشین، به خاطر رسیدن باید هم آباز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم. بله، این یک دقیقه که از من سال 1374 هم تو تلویزیون ایران گفتم، 75-76 هم گفتم که جهان به هم ربط داره، به همین خاطر
احتمالا خیلی از شنوندگان الان بیننده اون موقع بودن، مثل لایه اوزون که سوراخ میشه، لایه دروغ داریم، لایه تهمت داریم، لایه کثافتکاری داریم، لایه خیانت داریم، لایه ظلم داریم. به همین خاطر همینطور که ماشین شما مونوکسید میده بیرون، لایه اوزون سوراخ میشه، وقتی فوش میدین، دروغ میگین، لایه دروغ هم سوراخ میشه. حالا اگر یک ماه مردم جهان سکوت کنند چه اتفاقی میفته؟ خب سیبی که الان شما داری میخوری، میزان سرطان هایی که در جهان هست، انرژی هایی است که دارن کلام بشر میده. چرا مورچه ها 500 تا مردن؟ چون پای شما رفته، پای بشر رفته توی خونه مورچه ها رو خراب کرده. و هم وقتی دروغ میگی، دزدی میکنی، خیانت میکنی، نامردی میکنی، قسم دروغ میخوری، ظلم میکنی، پدر مردم رو در بیاری هر جای جهان، یعنی اون کاری که قذافی کرد، قطعاً اثراتش الان در ترکیه دیده میشه که حالا الان سفیر روسیه رو میکشن، چون ترک ها الان بهترین نیرو هم برای اینکه شهید چیز خر فرستاده شد دیگه، الان جووناش آماده کشتن، هم به زودی هم باید تا یه سال دیگه جنگ شروع شه. یعنی ترکیه باید با یه کشوری شروع کنه جنگ کردن تا بتونن این نیروها رو هماهنگ کنن، جاش هم خیلی خوبه. این همش به هم ربط داره واقعا. همین خاطر این موز، این درخت، این میگی اگه فکر میکنی ربط نداره، بیاین فرکانس صدای مورچه رو خود تو جهان زیاد کنیم، پخشش کنیم، و همه میمیره. همه ربط داره، همه ربط داره. همین انرژی، همین ساتلایت هایی که الان دارن میفرستن، این پارازیت هایی که میدن، میگن رو رحم زن تأثیر داره. تأثیر داره، واقعا تأثیر داره. دنیای کوچوله با یه دونه جو داریم ما، کلن هوای دور کره زمین داریم، که این هوای دور کره زمین یه کارهایی که میکنه اینه که خورشید و نورای اون اشعه منفیشو میگیره، مشکل دارشو میگیره، تلطیف میکنه که نورش به من و تو برسه و نمیریم. حالا اگر همین جو نباشه، همین صوفی به نام هوا نباشه، اتمسفر نباشه، همین صوفی رو الان ما ورداریم، اشعه های انسان کاملی به نام خورشید پدر همه رو در میاره، همه رو میکشه، همه رو میفرسته رو هوا. پس باید باشه. حالا اگر تو الان لپتاپ رو میزه، یه صوفی دیگه ای به نام شتاب جاذبه است، هیچ ربطی هم شاید به هوا نشه ولی داره. به همین خاطر اینه در سال 1374، نمیدونم حالا چند سال، 20 سال پیشه، 21 سال پیشه، نمیدونم، گفتم 78 گفتم تو برنامه‌های تلویزیونی گفتم، بسیار همه جهان به هم ربط داریم. حالا تو این کره زمین مسخره کوارکواره در جهان هستی این فشارها وجود داره، تا بقیه چیزایی که در جهان دیگر هست، در پلوتون هست، در حالا بعدها 50 سال دیگه احتمال 99% مارها رو الکی نمی‌کشن. یکی از مسخره ترین چیزها این بود که مثلا تو حساب کن 100 سال پیش همینطور هر کس میمرد دفنش می‌کردن، یعنی بدون اینکه حافظش خالی کنن، بدون اینکه ببینن چه خبر بوده، مغزها رفته تو خاک، مغزهای مهم رفته تو خاک، این همه در وادی توحید حرفا، یعنی عدالت، مغزهای یک صادق هدایت رفته تو خاک مغزش. خب استفاده کردیم؟ نه. صادق هدایت 10% حرفاش زده، 90% یواشکی زده، 70% نتونسته بزنه. مثلا میگم، حالا فرق نمیکنه که افکار صادق هدایت چیه، مهم اینه که این رفته تو خاک دفن شده. حالا 50 سال دیگه مارها رو میگیرن، از رو مغزشون، از سیستم مغزشون عکس هایی که این مار طول زندگیش دیده یادداشت میکنن، عکس های طبیعی مار ور میدارن، میبینن کجا رفته، چیکار کرده، چیکار کرده. همینطور رو انسان ها هم همینجوری، یعنی همین الان مغز منو میتونن وصل کنن توی سیستمی، ببینن از اولی که در شکم مادرم بودم چجوری بودم، چی دیدم، تا الان هر چی دیدم این رفته توی شبکه سیستم پشت، تصویرهایی رو درست کرده. این تصویرها هست در حافظه که در برنامه قبل توضیح دادم. این آیکلاد هم اومده الان، قبلا بوده این آیکلاد، یعنی نسل من هر چی فکر کرده و اندیشیده، پشت 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 من و پشت 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 تو، هر کسی هر چیزی اندیشیده در این آیکلاد ضبط شده در طول تاریخ. برای همین شما یه میبینه اینجا رو دیدی قبلا، اینجوری بوده. یعنی 500 سال پیش، 1000 سال پیش، 4000 سال پیش مردم دوست داشتن پرواز کنن، پرواز دیدیم. این آیکلاد اوناست که تو اون ساختارشون وصف میشه. به هر حال نوع نگاهی که ما به جهان داریم، اگر فکر کنیم که چه عضوی به درد آورد روزگار
یعنی این حرفی که الان وجود داره راجع به انرژی ها در جهان هستی که دانشمندان میدن بیرون، همه از همین یه بیت دیگه. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. خب انسان کامل مورچه ها چیه؟ کیه؟ درخت ها انسان کاملشون چیه؟ کیه؟ کدوم هوزب در درخت میشه؟ میشه درخت. کدوم هوزب در سیب میشه؟ میشه سیب. نه، همه سوال هایی که نمیدونیم. نه اینکه من و تو نمیدونیم، درسته، ولی یک صوفی میدونه، انسان کامل کاملا میدونه، چون خودش اومده بیرون از کوزه برون تراود هر آنچه در روی سر چی که اومده بیرون. بازیه، مسخرمون کردن. بازیچه است. پس دنیا بازیچه است؟ دقیقا برعکس میگن، دنیا بازیچه نیست. دنیا در هدف هو بازیچه نیست، اما در هدف صفر یا انسان کامل کاملا بازیچه است. بازیچه از زمانی که انسان کامل آمد بازی شروع شد، فیلم سینمایی شروع شد. حالا هنوز ما به این قدرت نرسیدیم که فیلمو بزنیم قبل، برگردیم سلیمانو ببینیم برگردیم، یا فیلمو بزنیم جلو ببینیم چه خبره که از اون بالا قراره کفتر بیا یک دانه دختر بیا. یا همین مطالبی که اهل تصوف دادن بیرون، اون وقت ادیان براشون دزدیدن. کیا دادن بیرون؟ همه مطالب از همین عرفا و اهل تصوفه. هنوز فیلمو نزدیم عقب. هر چیزی که در این جهان هست وقتی انسان کامل آفریده شد به وجود اومد. کلیم اللهی بس شیطان. شیطان کیه؟ شیطان همون خداست؟ بله. اه آقا، یکی که در شیطان ضعف شده با یکی که در من ضعف شده خیلی فرق کرده، خیلی فرق داره، اصلا جنسش فرق میکنه. شما الان بیا بگو ببینم تو دل مگس چی میگذره. شما بیا بگو ببینم یه بچه پشه که میکشی مامان شب چی کار میکنه. ملکه زنبورا رو میکشی، ببینیم دورش فرمانده های نظامیش چی کار میکنه. نمیدونی شما؟ شیطان میدونه. شیطان تمام دل آدم ها رو آگاهه. از چیش آگاهه؟ از ذهنش آگاهه. میدونه چی کار میکنه. اصلا اگه ندونه من چی کار میخوام بکنم یا چی کار نمیتونم بکنم یا چه میتونم بکنم، این نشون میده که ضعیفه. ما قوی تر شیطان مگه داریم؟ بفهمید کجاست این قوی تر شیطان کیه الان؟ چه نیروی در شیطان وجود داره که جهان هستی رو حفظ کرده و این حرکت اسپین تضاد و نیروی مخالف جهت هم رو به وجود آورده در جهان؟ ازدادش از کجاست؟ همین شیطانه. همه چیز تو رو میدونه. فکر نکن نمیدونه. چه موجودی آقا همه چیز من تو رو میدونه؟ خیلی مسخره است. مستقیم با خدا حرف میزنه، سوال میکنه، توبیخ میکنه، میگه من گول میزنی حاجی؟ اقوا میکنی منو؟ من میپیچونی؟ فکر من بشرم، شاسگولم که نفهمم از کجا این کرمه اومده؟ این کرم خود درخته. خدا لبخند میزنه، میگه بله دیگه، از خود درخته. میگه پس فکر میکردم که منو آفریدی برای اینکه به جای برسم، حالا فهمیدم منو آفریدی که عضوی از یک موجود بشم. حالا سجده باید بکنم. سجده کنم یعنی چی؟ یعنی باید اطاعت کنم از اون، اطاعت اوامر این آدم رو انجام بدم. پس منو آفریدی 150,000 سال، 150 میلیون سال تو رو عبادت کردم، جز تو هیچ کی رو عبادت نکردم، در شأنم هم نبوده کسی رو عبادت کنم. کی من به جبرئیل گفتم برو سیب بیار، میوه بیار؟ کی کدوم حوری بهشتی رو من ماچ کردم؟ با کی رابطه داشتم؟ کجا زیر رابطه رو زدم؟ کی تو رو پیچوندم؟ کی به تو دروغ گفتم؟ کی به تو کلک زدم؟ آیا من به انسان گفتم که این کارو بکنه؟ دروغ گفتم؟ مثل اون داستان است که اون عارفه گفتش که مشروبش زده بود بیرون، پیام اومد دم گوشش، گفت میخوای با لگد پرتت کنیم پایین، پات بخوره زمین، سفال شراب خوشگلت بشکنه، بوش بپیچه، مردم بفهمن تو زیر این عبا چی بوده؟ گفت کاری برای من نداره، منم فردا صبح میرم میگم به والله راز تو رو فاش میکنم، منم میگم آدم بکش، دروغ بگو، دزدی کن، اون تو رو میبخشه. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی که من میگم موضوع تو رو.
میگم که تو خیلی خوشگلی، خیلی مهربونی، خیلی نازی، انسان کامل، همه رو میگم، همه رو. بابا جی نه ما با تو کار داریم نه تو با ما، بخور عشقون ول کن. یقشو گرفت شیطان، گفت چی میگی شما؟ فکر میکنی من بشرم؟ فکر میکنی من انسانم؟ فکر میکنی این توف لعنتی، توفاله کسافت نطفه لجنم که نفهمم تو داری چیکار میکنی؟ حاجی ما بغلت خوابیدیم، ما بلند شدیم با هم حرف زدیم، این همه صحبت کردیم، جبرئیل دیدیم، عزرائیل دیدیم، میکائیل دیدیم، این همه فرشته دیدیم، تو منو گول زدی، تو منو پیچوندی، من چه کار کردم که منو انداختی بیرون؟ از کجا الان انداختی بیرون خودت؟ درستان نه همش مثاله ها. گفت سجده نکردی. گفت به کی؟ گفت به این. گفت یعنی برم هر چی این گفت بگم گوش کنم؟ پس تو کی؟ گفت فرق وادی توحید رو نفهمیدی آجی. من هوم، من دیدنی نیستم، من شناختنی نیستم، تو باید به بت سجده کنی. آن بت همین اللهه، الف و لام داره، خوشگله، این همینه، اینی که آفریدم، من چیزی آفریدم که میدونم چیکار کنم، این اندش اینه. و دروغ هم نگفته شیطان. تا الان که من و تو روبرو هم نشستیم، آخونده که کشیشه رو بل کن حاجی، تا الان هیچ دروغی شیطان نگفته، هر چی گفته درست. آقا حسینی ما به خدا ما گیج شدیم جون حسینی، یعنی شیطان داله دروغ نگفته؟ نه، هیچ وقت نمیتونه شیطان دروغ بگه. شیطان حتی در تاریخ ادیان نوشته که به آدم و حوا گفت از این درخت دانایی بخوری احتیاج به خدا پیدا نمی کنی، خودت خدا میشی. درست هم گفت. بعد آدم نمیخورد، همین داستان خودتون دارم میگم، حوا فشار آورد گفت بخور بابا این، بذار ما هم خداشیم، چرا این رازی تو این درخت هستی که اگه بخوریم درخت دانایی جهل میره، جهل بره میفهمیم، بذار ریستار پخش ول کن دیگه. آدم گفت نه بابا این ریستار پخش دهن سرویس میکنه، بعد میریزن سیستم به هم، مسئولین ناراحت میشن، قاطی میکنن همه. گفت نه بذار پخش آجیم. سیبر خورد. آدم رو کرد به شیطان گفت قسم به خداوند متعال، به هو، قسم میخوری که من این سیبو بخورم به خدایی میرسم؟ و شیطان گفت به هو قسم که اگر بخوری به خدایی میرسی. و همینم بود، زیرا که انسان دیگر خودش بچهش به دنیا آورد، خودش خدای بچه شد، خودش دانش پیدا کرد، خودش به سمت تکامل رفت، زمان آغاز شد. این شیطان در درون همون صفره، و همین خاطر اختراع صفر اکتشافی است عجیب. تکرار میکنم جمله رو، اختراع صفر اکتشافی است عظیم و عجیب. پدر شب بخیران گفتم. و در وادی توحید همه چیز میرزه به هم. یعنی چی؟ سعدی میگه، عرفا میگن دو پادشاه در یک اقلیم نگنجن، دو پادشاه در یک گلیم نخسبن. در ریاضیات هم همینه، صفر صفرم نداریم، مبهمه. میگه دوتا صفر نمیتونه باشه، دوتا صفر در ریاضیات مفهوم نداره، نمیتونه دوتا انسان کامل باشه، فقط در جهان یه انسان کامل میتونه باشه. تو شب خیران یکی از کارهایی که من کردم این بود که اومدم در ریاضیات به صورت خیلی عادی ثابت کردم که یک مساوی با دوه، خیلی هم ساده بود. اما سوالی اونجا پرسیدم، گفتم که خب آقا شمایی که اینقدر حرف میزنین راجع به دانش و سواد و علم و اینا، راجع به دایره اون سوالو پرسیدیم، به حال نمیدونن همه دیگه، منطقی هم هست نمیدونن، منطقی هست که نمیتونیم بفهمیم. هیچ وقت الان دستگاهی درست کردن میلیاردها میلیارد تقسیم داره انجام میده که بتونن عدد پی انتهاشو پیدا کنن. خب اگه عدد پی انتها پیدا کنه میریم وارد بعد پنجم میشیم، حالا ممکنه 50 سال دیگه پیدا کنن، 200 سال دیگه پیدا کنن، دیگه بعد پنجمه، بعد چهارم نیستیم، یه بعد دیگه است، مفهوم فرق میکنه، اون وقت تو داستانو تغییر میکنه، نیک و بد دیگه وجود نداره. در باغ وحش خوشحالی، میره تو فیلمش نگاه میکنه، باخه شیره خلل خورد، ماشاءالله چه خوب خورد، چه خوشگل خورد. دیگه نمیگه اگر بیایم خلل رو نجات بدیم، بیا گوره خره رو نجات بدیم. خب اگه گوره خره رو نجات بدیم، تکلیف زن، جواب زن بچه شیر رو چی میدی تو؟ بچه‌ای که داره گریه میکنه، زنش داره گریه میکنه، سه روز غذا نخوردن، گرسنن، مغزشون کار نمیکنه،
چای با قند نخوردن که نمیدونم گلوکوز و ساکاروز و اینا وارد مغزشون بشه، فشارشون میفته پایین، زنش مریض، بچهش مریض، مشکل دار میشن، جوابش چی میدی؟ بریم به شیر کمک کنیم بخوره. خب همه رو بخوره، این جواب بچه های این گوره خره رو چی میدی تو؟ گوره خر بچهش تازه امشب به دنیا آمده، پدرسوخت شیر اومده برش خورده. نتیجه میگیری، ورود به صفر ممنوع، فضولی ممنوع، فضولی موقف، دخالت نکن، یاد میگیری، یاد میگیری که خودتو ببینی، ذات خودتو ببینی. تو اون معادله یک مساوی با دو، تعریف من خیلی ساده و مشخص و مبرهن و واضح بود. دانشمندا فهمیدن که یک مساوی با دو، همه هم اینو میدونیم، هم من میدونم، هم شما ممکنه بدون، اگرم نمیدونین نرین اینطور خدا از این آخوندکای ریاضی بپرسین، هر دبیری هم نمیتونه این سوالا رو پاسخ بده، بعد بری از پی اچ دی بپرسی، از دکترای فیزیک و شیمی و ریاضی بپرسی، آخه سوال کنی آقا یعنی چی صفر صفرم، یعنی چی، یعنی چی مبهمه؟ میشه ما خودمون مگه صفر درست نکردیم؟ میگه نمیدونیم کی درست کرده صفر رو. هر عددی به توان صفر میشه یک. میدونستید اینو؟ میدونید. اونایی که ریاضی سال دوم خونده باشن میفهمن دبیرستان. 100 به توان صفر میشه یک جواب. 5 میلیارد به توان صفر میشه یک. تنها عددی که به توان صفر نمیتونی برسونی صفره. یعنی انسان کامل به توان نمیرسه. شبیه یک نمیشه. یک هم توشه. همیشه ریاضیه. یعنی اون کسی که ریاضی رو درست کرده صوفی بوده. برای همین دانشمنده الان دیفرانسیل، الان انتگرال، الان مشتق، همه از رو چی ساخته شده؟ از حد. توش دخالت داره دیگه. الان ساخته شده که از هم دخالت دارن دیگه، به هم دخالت داره. حد یعنی چی؟ حد یعنی نزدیک به یه جا صرف نظر کن. من تو چپ غیران توضیح دارم. بزرگترین فوش خارمادر تاریخ ریاضیات این است که صرف نظر کن. از ارشمیدس هم شروع شد بیچاره، با اینکه اطلاعات عرفانی داشت ولی گیر کرده بود دیگه. ارشمیدس اولین حد رو توضیح داد، حتی قبل از ارشمیدس بود. ببخشید، ارشمیدس ادامه ید. حد حدودا حداقل باید 90,000 سالی که حد هست. حد برای اینکه شما بدون خیلی عادی عامیانه توضیح بدین، اینکه یعنی که شما میره بالای قله کوه وای میسی، حد یعنی این میره بالای قله. اونایی که میرن قله اورست میرن بالا صعود کنن روش، میرن بالا 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 بالا، میگن ما قله اورست فتح کردیم. اوکی، آیا نوک نوک قله رفتن؟ نه، نوک نوک قله بره میافتن. نیم متر مونده، یه متر مونده، یه سانت مونده، دو سانت مونده، صرف نظر کرده دیگه، گفته آقا اون دیگه نوک نوکش نمیرم. این شده حد، یعنی فاصله ناچیزی رو کردنش میشه حد. و تو همه چیز الان ریز و اینا همه جا داره استفاده میشه. ما سوال میکنیم چرا صفر توان صفر مفهوم نداره، چرا یک نمیشه؟ حالا بذار یک چی میشه؟ میگه نه، اگه بذارم یک کل ریاضیات میره رو هوا. پس اونی که اول صفر رو درست کرد میدونست که بری به سمت راست میشه یک، بری به سمت چپ میشه منهای یک. با اجازه حرف دین بزنی میشه یک دو سه میری، بدون اجازه حرف بزنی درسته دوی سه ای علامه ای نمیدونم مرجعی تقلیدی دانشمندی هر چیزی هستی، ولی منفی تو ته، منفی توته، نه اون توت که میخورن سفید و اینا، توت منفی. وقتی منفی توته دیگه کارش نمیشه کرد. پس چرا تو جهنمی هستی؟ چون توته. خیلی نکته مهمیه. آیا من این همه زحمت کشیدم، فقه خوندم، سواد ندارم، من حافظ قرآنم؟ بله. پس چرا من جهنمیم؟ چرا؟ چون منفی توته. این توته رو باید فراموش نکنی. اگه این توته رو بخوریش فکر میکنی توته. این منفی وقتی توته، هر کاری بکنی توته. بعد این توته از خودت بکشی بیرون. وقتی میکشی بیرون یعنی کیپ تو خودت به خودش ضربه زدی، توته کرده تو خودش. یعنی توته تو 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 توته. خیلی ساده. به دیگران فکر نکن. منفیه ذاتش همینه. هیچ کاریش هم نمیشه که. در اونجا توضیح دیدیم که آقا یک مساوی با دو، همه هم میدونن. بعد که بخوای معادله رو اثبات کنی که یک مساوی با دو، دانشمندا دو لنگ میپرن وسط، عین علما، عین آخوندا. مشکل من با فیزیک دانا و ریاضی دانا همینجاست.
بیایم بگیم گه خوردیم مطلب حل، چرا نمیگیم؟ اینه مشکل ما. همه الان حسینی میاد رو آنتن ثابت میکنه یک موسیقی با دو دانشمندا با شستشون به ما بیلاخ نشون میدن، میگیم چرا؟ میگه این ور صفر اون ورم صفر در میاد، تو فرمولی که تو حساب میکنی صفر صفر مفهوم نداره. صرف نظر کن حاجی، جملهشون اینه کلا. حاج حسینی صرف نظر کن، ولش کن، به مردم نگو این صفر رو توضیح نده. صفر رو توضیح بدی یک مساوی با دو میشه، دو مساوی با چار میشه، چار با 6 میلیارد مساوی میشه، کل اعداد میرزه به هم، خونه ها میخوابه، دنیای مجازی بعدش عوض میشه، بعد چهارم رد میشه، بعد پنجم وارد میشه. این اصل موضوع. آقا حسینی ما شکلی به نام دایره درسته که نداریم، ولی صرف نظر کردیم، حدشش یا حد داریم حساب میکنیم، صرف نظر کردیم، عدد پی انتها نداره، ولی خیلی تازه ما 25 میلیاردشو به دست آوردیم، یه ذره طمع مونده. ولش کن اون حاجی، توضیح نده، چون دایره رو که توضیح بدی مردم میفهمن انسان کامل وجود داره. چرا؟ چون تو وادی توحید اصول دین توضیح داده میشه، پس اصول دین مفهوم نداره. چرا؟ چون معاد یعنی دایره که بعدا میخوام برسیم بهش، مفهوم پیدا نمیکنه، نمیتونه برگری سر جات. همه جهان میگن ما برمیگریم سر جامون، انا لله انا الیه راجعون، مفهوم نداره، یه چیز کمدی مسخره است. وقتی نفهمی مسخره است، دایره بیره رو هوا. میگیم ما نمیخوایم صرف نظر کنیم، به مردم میکشن ما رو، میخ میکنن توی کلمون، میگن خفه شو، میخواد کل ریاضیات بریزی به هم، کل ساختار بریزی به هم، با ریستارت میخواین شما بیاین کل ادیان بریزی به هم، دین رو برداریم چی به مردم بدیم؟ کمپین هیچ هاجی، دین رو که برداری مردم فهم هیچی نیست، بعد دوباره شروع میکنن فکر میکنن، ریستارت میکنن خودشون، میگن حتما یه چیزی وجود داره. دینی که بچه بتپونی توش صرف نظر، یعنی این دیگه صرف نظر کرد، گفتن بچه‌م حالا نماز بخونه پولم بهش بدیم، صرف نظر یعنی تپونده تو بچه، حالا بچه دیگه میگه فکر میکنه که میره سر کار میاد، یعنی میگه الله اکبر، وضو میگیره، اول به دختره تو زندان اوین تجاوز میکنه، بعد وضو میگیره، الله اکبر، نمازش هم مثل خر میخونه. این همون تپوندن صرف نظره. در آینده تصوف، در کشور تصوف ما صرف نظر نمیکنیم اجی، هر کسی به بچهش دین یاد بده پدرش درد میاره. پدری که میخواد به بچهش دین یاد بده یا مادری، ازش میپرسیم اجازه از کیه؟ خدا به شما فرمان داده. اگر قرار بوده که پدر و مادر بتونن زر مفزن راجع بچه، تازه پدر و مادر که خداان، پدر و مادر خداان، پدر و مادر خدای تو ان. من ببین اینو گفتم که بدونی که بسیجی پسیجی اینا رو بکن تو دستشویی سیفونو بکشه، من پدر و مادر رو دارم مثال میذارم که بقیه رو بفهمی. اگر پدر و مادر بتونن به بچه دین رو یاد بدن، پس پیغمبر برای چی اومده؟ نبی چرا دارین؟ سر 24 تا آدم برای چی اومده؟ خب خدا میگفت به پدر و مادر، پدر و مادر میگفتن به اون. پدر و مادر فضولی نمیکنن. کدوم پدر و مادری فضولی کردن؟ کدوم حیوانی تا حالا به این فکر بوده که بچهش بره بعداً بچه رو بزرگ کنه، بعداً بره کار کنه، بیاد بده ننش بخوره؟ کدوم سگی همچین فکری کرده؟ کدوم طول سگی همچین فکری کرده؟ کدوم کره خری همچین فکری کرده؟ وظیفه خودش میدونه. خر دینگله بالا، بچه به دنیا میاد، بچه رو بزرگ میکنه، ولش میکنه، میگه برو زندگی تو بکن. کی دین بهش یاد میده؟ ما بهش اینا رو یاد میدیم که ازش استفاده کنیم، در اصل میخوایم بچه‌مون بزرگ شه، مهندس شه، مثل خر پول بیاره ما بخوریم. ما توحید نداریم، ما اعتقاد یا وادی توحید نداریم، ما قبول نداریم رزاق یکی دیگه است انسان کامله، این قبول نداریم. به همین خاطر آرزومون اینه که یه جوری بچه هامون به ما کمک کنن. بچه هم همینه، پول ندی بابا، بابا اون موقع ما چی زک کردی؟ اگر نه الان چهار تا خونه داشتیم. به تو چطور سنه؟ نه تو مال خودتی هجی. و هزاران هزار سوال در ریاضیات همه به هم ربط داره. هر عددی به توان صفر میشود یک، چرا یک؟ چرا چهار نمیشود؟ اصلا چرا هر عددی به توان یک صفر نشود؟ هر عددی به توان صفر میشود یک، چرا بشود؟ کی گفته بشود؟ اینا رو باز رو بدیم. بعد بگه صوفی گفته، آجی ما هم نمیدونیم. تمام شد. مثل آدم بعد دانشمندا یه روزی اعلام کنن ما هیچی نمیدونیم. آجی به خدا ما هم مثل علمایم،
همینطور که اصول دین علما میگیم از کجا آوردی جواب نداره. میگیم آخه نه نمیخوام فوش بدن، آخه شاسکول به مردم بگو منم نمیدونم، بگو به ما دادن، ما داریم حرف مف میزنیم، ما هم نمیدونیم، بگو نمیدونیم، بگو صفر رو نمیدونیم، بگو نمیدونیم عدد پی انتها نداره، بگو دایره نداریم، بگو اصولی نداریم، بگو حسین اینجا نشسته، بگو تیوی وجود نداره، بگو ننهی وجود نداره، بگو تمام اینا گردش الکترون به دور هست است، همه فضای خالیه، هیچی نیست، بگو دنیا بازی چه ایست از انسان کامل، بگو تا کی ماهی آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، تا کی؟ وادی رو نمیفهمیم. بعد میریم وارد یه وادی توحید میشیم، میبینیم پشت وادی توحید میگه عدله. تازه بعد از وادی توحید تازه تو میتونی بگی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، ستایش رب العالمینو. اوکی، نفرو دین بعد از اینه، اصول دینته شاسکول، اصول دین همه وادی توحید شروع میشه. پنج، یعنی هر بچه بسیجی رو که شما میخواید بگی به یک زنی، به یک مردی امر معروف نهی از منکر کنه، باید بفرستی یک دوره 25 ساله ببینه تا وادی توحید رو بهش برسه. منم میگم اشکال نداره، بفرستیم تمام بسیجی ها رو 25 سال حوزه علمیه حسینی، ازا جا نصر الله محمد، دیگه الان محمد اومده ریستارت اومده، ازا جا نصر الله محمد، آره بفرستیم پیش ازا جا نصر الله محمد، بعد ببینید که این چی میشه. بعد ایشون باید دوره ببینه، وقتی دوره دید میره وارد وادی توحید میشه. بعد 20-27 سال 30 سال بعد بفرستین توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد یاد بگیره، اشکالم نداره، من مخالفم، من اعتقاد دارم بزن تو دهن دختر من، اشکال نداره، این کارا رو بکن، میشه 50 سالش 50 تا 25 سال بعدش رو بفرستین که فروع دین رو تازه شروع کنه، میشه 75 سال. 25 سال هم بعد تست بگیریم ببینیم از اول بخون نماز، ببینیم از اول میگه بسم الله الرحمن الرحیم، میگیم یعنی چی؟ یعنی میگه خدا خیلی بزرگه. از کجا بزرگه؟ از باسن خدا بزرگه، از دماغ بزرگه، از گوش بزرگه، خدا کو؟ Where is your God my friend؟ نه نمیبینیم، ما قادر که نمیبینیم، ولی خیلی بزرگه. به کی بزرگه؟ به چی بزرگه؟ بعد God هم پیدا نمیکنه، میشه اصلا. بعد از این وادی توحید آید، از منزل تفرید و تجرید آید، از روی ها چون زین بیابان در کنن، جمله سر از یک گریبان بر کنن، چون بسی باشد یک اندر یک، مدام آن یک اندر یک یکی باشد تمام، گر بسی بینی عددگر اندکی، آن یکی باشد در این راه در یکی، نیست آن یک کان احد آید تو را، زان یکی کان در عدد آیت تو را، چون برون است از احد وین از عدد، از ازل قطع نظر کن و از ابد، چون ازل گم شد ابد هم جاودان، هر دو را کی هیچ ماند در میان. این فوش خوار مادره عطار میتونست به جای این حرفا بالاش بنویسه بسم الله الرحمن الرحیم، هی فوش خوار مادر بده، به خدا همه قبول میکردیم، هیچ فرقی نمیکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لعنت خدا بر شیطان، کو خدا کو شیطان کو لعنت، کی لعنت کی بفرسته، حالا بفهمم ببینم. الان من الان اعلام میکنم برید هاشمی رو بگیرید، هیچ کی نمیره. میگم چرا نمیرید آقا؟ میگم به خاطر اینکه احمق، باید فرمانده سپاه اعلام کنه، باید اون یکی اعلام کنه، 5 تا باید فرمانده درجه داشته باشم اعلام کنم ما بگیریم. لعنت که زرتی از دهن در نمیاد، حاجی والا لعنت بفرست، فش خوار مادر بده، دعا کن اصلا جواب نداره، جواب نمیگیری تو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدایا لعنت خدا بر شیطان، خدا میگه بیا، با شستش نشون میده کدوم خدا کدوم شیطان، رتبت کجا، درجت چیه، کی گوش کنه، شیطان هم میخنده قشقش، به ریش ننت، ننت هم ریش داشته، حالا تیغ اومده حاجی، به ریش ننم، به قرآن دیگه شوخی میکنیم دیگه، به همون قرآن تو، قرآن تو دیگه، چون قرآنی که قرآن تو انسان کامله، همه چیز خود تو انسان، یک هو، هوی ظرفیتی در یک در صفره،
آی دانشمند بفرمایید آقای حسینی، یک تقسیم بر صفر چی میشه؟ نمیدونیم. قفشه دیگه. اینه بگو یعنی چی؟ یک تقسیم مبهمه؟ بله ما بی نهایته. چرا بی نهایته؟ کو یک، کو صفر، کو بی نهایت. همینه. اعوذ بالله من شیطان الرجیم. همینه. فقط اون یه خود فکل کرافتیه. ما فکر می‌کنیم دانشمند علکی دلا میشیم. جلوی هر دانشمندی هم که علکی دلا بشی همینه. بعد ببینید سیاست مدارا بله ای دولا نشد دانشمندان اینجوریه چی نمیفهمن پایه گذاری ریاضیت مال عرفاست شاسکول فیزیکت مال عرفاست ببینید عرش میدوست من شکم ننش اومد بیرم تو زرت تو گفت یا علی و ما شروع کرد نه بابا اون داستانه این مال آقای علم الهدا اونم کدوم شاسکولی میگه اینا اونم داستانه کمدی توه نخیر وحی بهش میرسه احمق فردوسی شاهنامه داده بیرون خفه شو بابا اگه فردوسی شاهنامه داده بیرون پس چرا هزار بیت دقیقی توشه کدوم عاقلی فیلم سینمایی نویسندگی میکنه اسم ننه یکی دیگر هم میذاره توش وحیه میان تو خوابش بهش میگن بینجا بینیم میگه بفرمایید میگه شما شنیدیم شاهنامه میخوای بنویسی خب بله و این مال تو نیست که بنویسی آجی اینو قبلا نوشتن توضیح دادن هزار بیتشو بدون کم و کاست میذاری توی شاهنامه پخش میکنی آجی دستوره فردوسی اوایل به خاطر پول شاهنامه رو شروع کرد ولی اواخر اینجوری نبود رسید به درجه صوفیگری دیگه پول دادن نگره گفت این مال عشق آجی این وادی عشقه برای همین روح شاهنامه هنوز مونده برای همین فارسی و پارسی هر چی دلت میخواد این توه برای همین افغان حال میکنه تاجیک حال میکنه ایران حال میکنه برای همین امارات متحده که بیشترش ایرانیان حال میکنن اینه اینجا شوخی با کسی ندارن فردوسی غیر فردوسی کی تو بعد توحید شروع میشه بعد توحید چی آج حسینی عدالت عدل عدل یعنی چی میشه توضیح بدیم دقت کنید ما هر چی دارم میگم از مولوی و سعدی و حافظ و درسته برنامه بدا هست من یه قاطی میکنم جیغ میزنم چهار تا فوشم به این اون میدم خوشحال نیستم که فوش میدم که ولی خب میاد دیگه میاد عدل یعنی چی؟ یعنی الان من اومدم بیرون 11 سال بیرونم من میتونستم تو تلویزیون ایران باشم 5 دقیقه 10 دقیقه 5 درصد 10 درصد مردمم رو شاد کنم ته دلشون مردم این ارزاش لذت ببرن اقلا یه شادی داشته باشن نگاهی از مولوی و سعدی و یه شوخی همین کاری که میکرد سالی 5 میلیون دلار باید درآمد داشته باشم الان 11 سال بیرونم زد 5 میلیون دلار کن روحیه مردم یک کشور 80 میلیونی رو عوض کردن چقدر میارزه؟ میارزه ماهی 100 میلیون. ضبط کن 12 سال ضبط داره ماه 12 ماه بکن 144 رو ضبط داره 100 میلیون کن. یک عدد نجومی اینو فقط به من بدهکار این ظالم بی‌ناموسی که تو کشور داره زور میگه. هر کسی هست. ما نداریم تو ایران. من ندیدم ظالم ولی شما دیدین به من چون مسیج میزنید. همین کار کردن. نشون عدالت. فقط من حالا ولکن اونی که تو زندان داره شکنجه میشه اون دیگه من نمیدونم چجوری میخوای جواب اینو بدی نمیدونم چجوری جواب میدی حالا فکر کن توی ایران الان 20,000 نفر کشته شده باشن مثلا که بعید میدونم که 20,000 تا باشن برو بالاتر ولی کلا حالا اینو تک تک خانوادهش پیدا که میشه عدالت باید پاسخ بدن بیلیارد ها میلیارد میلیارد ها بیلیارد عقب جلو هست کنکور مگه عدالته کنکور خودش نشانه عدالته دیگه همین کنکور امتحانات که میدادین شما عدل یعنی این ولی آیا کنکور عدالته؟ نه ولی اون بچه دهاتی که توی دهات مثل من تودهی بوده تودهی یعنی توده بابامون همیشه میگه ما تودهیم خانوادتا یعنی تودهیم ما دهاتیم بچه‌ای که تو دهات بوده تو
تو اون ده داره زندگی میکنه، بچه پول نداره معلم خصوصی بگیره، پول نداره کلاس کتابای تقویتی بگیره. این چه کنکور عدالتیه که یه بچه تو دهات نمیتونه پول نداره که بعد 8 ساعت کار کنه که پول غذای مادرش رو بده که مریضه تو خونه؟ این کجاش عدالته؟ اون وقت شما میشینی مثلا میخوای نخبگان حرف میزنی، تو چی میفهمی از نخبگان؟ افلاطون خوندی؟ به خدا اگر افلاطون هم میفهمیدیم ماها پیشرفت کرده بودیم. چی میفهمیم؟ کدوم عدالت؟ همون که امتحانی رو از اون بچه بدبخت که روزی 8 ساعت بعد به مادرش کمک کنه میگیری، که همون امتحان از بچه‌ای که یه دونه ظرف هم نشسته فوش خوار مادرش میده، وضع مالیشون هم خوبه، معلم خصوصی هم داشته، اسم اینو گوشی عدالت؟ کنکور ما عدالته؟ عدالت بود، مثال میزنم، عدالت امتحان آخری میگیریم عدالته؟ سوس سوم امتحان میگیریم عدالت؟ ما این پدرش حکومت معتاد کرده، مادرش شبا فرستاده این بر اونور، بچه تو خونه، مادر فوش، پدر فوش، برادرها بی پول، فقر، مشکلات مالی، یه آبگوش نمیتونن بخورن، این بچه هم آخر سال امتحان میگیره، این عدالته؟ با اون بچه که وضعش خوبه به این چیزا مشکلات نداره، این عدالته؟ کلن بشر دستشویی کرده در عدالت. با دیه عدالت بخوام توضیح بدیم، چی توضیح بدیم؟ تازه من احمق بی سواد نادان، به قول معروف میگن حقیر فقیر، حقیر سراپا تقصیر، وای به حال عدالت. بازم خیلی مونده دیگه، یعنی بادی توحید خط بایدی بده، یه بادی خطرناکیه، بادی نیست که به سادگی بشه ازش رد شد و رد کرد و اینا، خیلی سخته. به هر حال شما رو به صفر می سپارم، خوشگله، شما رو به صفر صفرم می سپارم، شما رو به اعداد گنگ، به رادیکال دو می سپارم، شما را به هیچ محور اعدادی به جز صفر نمی سپارم، شما را به اعداد به توان صفر می سپارم، شما را به صفری می سپارم که اختراعیست از اکتشافی بزرگ. تا هفته دیگر، بدرود. Oh, 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 oh